سلام خیلی یسی امیدوارم حال دلتون عالی باشه تو این ویدیو میخوام واجب های فرکوئنسی صحبت کنم که یک دستگاه فوق هستش برای کسایی که مشکلات مویی و پوستی دارن اما قبل از اینکه واجب این قضیه باتون صحبت کنم اگه به موضوعات پوست و سلامتی زیبایی علاقمند هستین حتما کانال یوتیوب منو سابسکرایب کنید ویدیو تا انتها ببینید و با من همراه باشید اول از همه دوستان در مورد این دستگاه و نحوه عمل کردش بچه باتون صحبت کنم این دستگاه در اصل اولین کاری که میکنه این هستش که با یک سری داشتن امواج که تحت عنوان امواج RF معمولا شناخته شده برای درمان پوست و مو ازش استفاده میشه که افراد زیادی هستند که ریزش موهای شدیدی دارن و دنبال یک راه درمانی مطمئن میگردن که پوست سرشون تحریک بشه رشد مجدد مو براشون اتفاق بیفته موهاشون پرپشت بشه اگر تاسی مو دارن رویش مجدد مو براشون اتفاق بیفته فولیکول موهاشون یه مقدار قوی تر بشه موها زخیم تر بشه به همین قضیه از این نو دستگاه برای درمان مو استفاده میکنن خب یکی از مهمترین علت هایی که از این دستگاه استفاده میکنن این هستش که بچه ها به خاطر این که به صورت یک سری وادیوهای امواجی که هستش در از سطح پوستتون رو کاملا آماده میکنه و یک در شوکی به پوست سرتون میده که باعث میشه که رویش مجدد اتفاق بیفته از معاصل دیگه این دستگاه این هستش که اگر که خشکی یا پوست پوسته شدن یا قرمز شدن پوست سر رو دارید حتی باعث درمان پوست سرتون هم میشه نکته جالب این دستگاه بچه اینه که هم مهمترین مسئلهش اینه این که درد خونریزی نداره و اینکه شما خیلی راحت بدون اینکه احساس بدی داشته باشید این کار استفاده میشه حتی به عنوان یک آوامش بخش هم معمولا از این دستگاه برای پوست سر و برای موها معمولا ازش استفاده میشه که برای این دستگاه استفاده از این دستگاه کافیه که به متخصص مو مراجعه کنید البته اول از همه یک سری آزمایشات ازتون میگیرند که ببینن اول از همه به یه همچین دستگاهی برای رشد مجدد مو نیاز دارید یا نه با تشخیص پزشک و با یه دوره کاملا درمانی معمولا از این دستگاه برای رشد مجدد موهاتون و تحریک فولیکول مو و تقویت مو معمولا برای کف سرتون استفاده میکنن تا این سوالی که خیلی هاتون از هم میپرسید این هستش که آیا این تاثیرش دائمیه یا تاثیرش بعد از یه مدتی از بین میره اول از همه بچه‌ها این تاثیر این دست که کاملا دائمی هستش و خیلی واحد کسایی که معمولا از این دستگاه دارن استفاده میکنن نتیجه رو بعد از پروسه چند جلسه یه درمانی میبینن که این پروسه بستگی به فولیکول موتون و رشد موهاتون و خیلی عوامل دیگه داره و حتی بستگی به ماده ای که در کنار این دستگاه دارن روی موهاتون استفاده میکنن هم داره از محاسن خیلی خوب دیگهش هم اینه که باعث میشه که اگر ریزش موی خیلی شدید دارید یا کم پشتی مو دارید کاملا درمان بشه ریزش مو و ها یه جورایی باعث میشه که موهاتون در از کم بشه و اینکه بعد از یه مدتی کف سرتون کاملا خالی بشه ولی همطور که مشاهده میکنید به خاطر اینکه پوست سرتون رو کاملا یه جورایی استراحت میده و باعث فولیکول مو میشه در از ریزش موهاتون هم کاملا جلوگیری می میکنه از نکته خیلی خوب دیگه اینه که فولیکول مو بچا تقویت میکنه اگر که این دستگاه و در کنار روغنهای گیاهی که به صورت طبیعی هستش من قبلا یه ویدیو راجبش درست کردم که لینکش رو بالا براتون قرار میدم استفاده کنید چه که تاثیرش هم خیلی بیشتر بشه سوالی که خیلی ها دوباره ازم میپرسن این هستش که آیا آقایون هم از این دستگاه های فرکانسی میتونن استفاده کنن بله مخصوصا آیونی که معمولا تاسیه سر دارن یا اینکه ریزش موی خیلی شدید دارن میتونن از این دستگاه استفاده کنن از مزیت خوب دیگه هم اینه که اگر که قارچ باکتری یا شوی سر هم داشته باشید کاملا درمان میشه و منافذ موهاتون رو خیلی راحت تقویت میکنه و باعث میشه که موهاتون کاملا رشد کنه سوالای دیگه ای که خیلی از هم میپرسید اینه ای که آیا ما باید حتما برای اینکه از این دستگاه استفاده کنیم پیش متخصص ببینیم بچه ها نه برای این قضیه حتی شما میتونید خودتون دستگاه رو تهیه کنید و بعد خیلی راحت از این دستگاه استفاده کنید هیچ مشکلی نداره در از حالا اگر بخوام در مورد آموزشش باهاتون صحبت کنم در آموزش خاصی نداره توی فقط زمانی که دارید از ریشه مو به سمت ساقه مو از این دستگاه دارید استفاده میکنید یه احساس ضعف یا گزگز شدن نور شما احساس میکنید که در از همون تاثیر نوری هستش که برای موها در از داره اتفاق میفته و از محاسن دیگهش بچه ها اینه که از این دستگاه برای پوست صورت هم استفاده میشه که باعث از بین بردن جای جوش، لک، ککومک و, مک و همینطور پیبی زودبست هستش که تیبگی دور چشم رو هم معمولا درمان میکنه و کار ازش از جوانسازی پوست صورت هستش دستگاه های فرکانسی بچه ها یه سری الکترود هایی داره که فرکانسش بالاست که از یه شیشه شفاف و نازک ساخته شده و اندازه و شکل مختلف داره که الکترود ها معمولا قابل جدا شدن از بدنه هستش که برای قضیه تمیز کردن و اهداف دست بهداشتی ازش استفاده میشه هنگامی که الکترود به طور محکم تو هند پیس قرار میگیره جریان الکتریکی متناوبی باعث میشه توسط دستگاه تولید میشه که پس از این که با پوست تماس پیدا میکنه از طریق الکترود شیشه عبور میکنه و این جریان الکتریکی گاز بی اثر در الکترود که باعث تولید انرژی الکتریکی میشه هم التیام بخش هم باعث رشد مجدد حالا موهاتون یا درمان پوستتون میشه خاصیت ضد باکتری و بهبود آکنش خیلی بالاست و هنگامی هم که با هوای خارج الکترود مخلوط میشه جریان پوستتون رو برای اکسیژن رسانی در از آماده میکنه و انگار که یه اکسیژن خیلی خوبی به پوستتون تزریق میکنه فقط نکته ای که هست اینه که در طی استفاده از این دستگاه ممکنه که یه سری احساس سوزن سوزن شدن یا یه سری احساس گز, گز شدن داشته باشید که جای نگرانی نیست معمولا بعد از یه دوره درمانی که تموم بشه با استفاده از حالا پومت هایی که بهتون داده میشه مخصوصا حالا برای صورت حالا برای مو خب معمولا داروهای خاصی داده نمیشه یه سری داروهای پزشکی داده میشه از توقف دکتر که میتونه در موشت رشد مجدد موهاتون حتی بهتر و بیشتر کنه ولی در هر صورت من که شما مشکلات پوستی دارید یا مشکلات مو دارید ویزش مو دارید حتما بهتون پیشنهاد میکنم که از این دستگاه استفاده کنید هیچ گونه عوارضی و معایب خاصی نداره و اینکه به عنوان یک روش درمانی برای رشد مجدد مو معمولا ازش استفاده میشه خیلی خوشحال شدم از اینکه توی این ویدیو همراه من بودید سعی کردم یه چند نمونه از عزیزانی که حالا از این دستگاه استفاده کردن و روش استفادهش رو توی ویدیو بهتون نشون داده باشم اگر که سوالی داشتید تو قسمت کامنت ها حتما از من بپرسید ویدیو رو لایک کنید و اگر اولین ویدیویی بودش که از من دارید میبینید حتما چنل یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید ویدیو برای عزیزاتون شیر کنید که اگر اونها مشکل ویزش مو یا هر مشکلی دارن مشکلشون برطرف بشه و نکته آخر این هستش که اگر که تجربه این دستگاه رو داشتید حتما تو قسمت کامنت برای بچه بنویسین بنویسید که اگر که واضی بودین یا اینکه اگر ناراضی بودید فرق نمیکنه بنویسید که بقیه هم از نظرات شما استفاده کنم. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین ممنون که تا انتهای ویدیو همراه هم من بودین روز خوبی و براتون آرزو مندم